سلام دوستان عزیز، به برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه سیر ترشی است به دو روش، یه روش سنتی، یه روش دیگه هم که الان معمول هست و یه مقدار سریعتر به عمل میاد. موادی که نیاز داریم برای روش سنتی سیر هست، سرکه انگور یا سرکه سیب، 8-10 تا دونه نخود، 3 تا قنچه گل محمدی، نمک و شیشه استریل شده. قبل از هر چیز باید سیرا رو تمیز بکنیم و بشوریم. از سیرایی که خراب هستش نباید استفاده بکنیم. سیر رو این قسمتش برای اینکه گلش تمیز بشه نیاز هستش که در داخل آب خیسش بکنیم. سیر رو تمیز میکنیم، سیر رو میشوریم، بعد تمیزش میکنیم، خشکش میکنیم و استفاده میکنیم برای سیر ترشی. بعد از اینکه سیر رو شستیم خوب تمیزش میکنیم، قلاف آخر رو میذاریم باقی بمونه برای اینکه بوته سیر از همدیگه نپاشه. سیرایی هم که خراب بود میام نیمش رو استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم فضای خالی شیرشه رو پر بکنیم. شیشه رو کامل استریل میکنیم، بعد که داخل آب جوش استریل کرده میذاریم کامل خشک بشه، بعد ازش استفاده میکنیم. سرکه هم اگر از بیرون تهیه میکنیم و آب داره، سرکه رو قبل از اینکه استفاده بکنیم میجوشونیم تا آب اضافیش تبخیر بشه. سیرا رو میتونیم به صورت بوته داخل شیشه بذاریم یا میتونیم دونه بکنیم بعد داخل شیشه بذاریم. سیرا رو بعد که شستیم باید بذاریم توی آفتاب تا کامل خشک بشه. مقداری که داخل شیشه قرار دادیم برای اینکه زودتر به عمل بیاد، چند تا دونه نخود داخلش میریزیم و برای اینکه خوش عطر بشه این قنچه های گل محمدی رو هم داخل شیشه میریزیم. بعد از اینکه شیشه پر شد مقداری کمی نمک بهش اضافه میکنیم. این سرکه انگور رو میتونیم از سرکه سیب هم استفاده بکنیم. اونقدر سرکه میریزیم تا کامل روی سیرها رو بگیره. بعد که پر شد درش برای اینکه هوا نکشه یه نایلکسی روش میذاریم و درش رو محکم میبندیم. یکی دو هفته بعد نگاه میکنیم، اگر سرکه یه مقدار تهنشین شده و پایین رفته دوباره روش سرکه اضافه میکنیم. این سیر ترشی رو در جای تاریک و خنک نگه دارید. 3 ماه بعد قابل استفاده است، اما شما میتونید که این سیر ترشی رو چند سال نگه دارید بعدن استفاده بکنید. هر چقدر بیشتر بمونه خوشمزه تر و مفید تره. روش دوم، بعد از اینکه سیرها رو شستیم میتونیم با یه دستمال حوله‌ای خشکش کنیم چون در روی حرارت قرار میدیم. سیرها رو داخل ظرف قرار میدیم. میزان سیر بستگی به میزان ظرفی داره که میخواییم ازش استفاده بکنیم. بعد که سیرا رو داخل ظرف گذاشتیم از سرکه بالزامیک استفاده میکنیم. سرکه بالزامیک میریزیم، مقداری نمک، حدود 3 قاشق غذاخوری شیره خرما، 1 قاشق غذاخوری هم رو به انار بهش اضافه میکنیم و میذاریم روی حرارت. بعد از 15 دقیقه از روی حرارت بر میداریم و اجازه میدیم تا کامل خنک بشه. بعد از اینکه خنک شد
سیرهای آماده شده را داخل یه شیشه تمیز و استریل شده میریزیم. بعد از اینکه شیشه پر شد یه نایلکس روش قرار میدیم برای اینکه هوا وارد نشه، درش رو محکم میبندیم، در جای خنک و تاریک میذاریم و حدود 40 روز دیگه سیر ترشی ما آماده است. این معمولا روشی هست که الان مغازه ها از این روش استفاده میکنن. ترشی هایی که من اینجا دارم اون ترشی یک ساله است که به روش سنتی تهیه شده. این یکی ترشی دو ساله است، باز به روش سنتی تهیه شده. و این یکی هم ترشی 10 ساله است که معمولا خاصیت درمانی داره و به روش سنتی تهیه شده. امیدوارم شما هم این ترشی خوشمزه رو آماده و میل بفرمایید. اگر خوشتون اومد ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.